Sinon, Mathieu! سلام میکنم خدمت همه بیننده‌های خوب این برنامه. برنامه‌ای که امروز آغاز میشه، به نام خدا شروع میکنیم. امیدواریم که بر طبق اهداف این مجموعه به سمت یک آشتی بین مردم و سینما حرکت بکنیم، به سمت محبت، به سمت دوستی، به سمت عشق حرکت بکنیم در ارتباط با سینما. واقعیتش امروز روز اولین برنامه است. اجازه بدیم که وارد بخش بعدی میخواییم بشیم. انشالله برگردیم به پلاتو، به استودیو و یک تیک برنامه رو ببینیم و برگردیم. اولیش آه آدمی زاد، مسافر خسته امواج، پینه های اندیشت را مرهمی باید. آه آدمی زاد، مبارک بادت تخیل تفکر، مبارک بادت مبارزه بی پایان. بوی گندم زود زود دلت تنگ میشه برام؟ با من ازدواج میکنی؟ کی؟ امروز، بله امروز ما در خدمت یکی از عوامل خوب، بازیگرای خوب مجموعه، یعنی فیلم سینمایی جیبور خیابان جنوبی انشالله خواهیم بود که تیکه هایی از اون رو قبل از اینکه وارد گفتگو با این عزیزمون بشیم با هم به نظاره میشینیم، که من دعوت میکنم که ایشالله ایشون هم در خدمتشون باشیم و یک گپ و گفتگوی کوچیکی داشته باشیم. روزگار ما نیست، پرنده مرده روی سیم برق قهرمان نیست، آدم پیاده رو آدم ماست. فیلم تحسین و عشق، جیبور خیابان جنوبی. آدمی گم شده پیدا نمی کنم. بیکار بودی اومدی؟ زمستون گرم، اونم تو زندون. خیال آخر عشق نیست. هشمال آقا بزرگته؟ با نیشوکنه یه حرف زدن خیلی وقت هم مد افتاده، تو حوصله من هم نیست. یادم باشه دفعه بعد که دیدمت رو مد با هم دیگه حرف بزنیم. جیبور خیابان جنوبی، ساخته سیاوش اسعدی، تهیه کننده علی سرتیپی. من دعوت میکنم از آقای مصطفی زمانی که انشالله در خدمتشون باشه. بفرمایید. آقا یه بلیت سینمایی رو. مرسی. بدون بلیت نمیشه. سلام علیکم. سلام. خوشحالم. خوبی؟ قربونت برم. بفرمایید. ببخشید. در خدمت مصطفی عزیز هستی، مصطفی زمانی، عزیز دل. خوبی؟ خیلی محبت کردی که تو اولین برنامه دعوت بچه این برنامه رو پذیرفتی اینجایی با همین، و فکر کنم مردم مصطفی زمانی رو از سریال یوسف شروع کردن به دیدن، اما به سرعت مصطفی در کارهای سینمایی نقش ایفا کرده و در نقش‌های مختلف، و
این هفته هم فکر میکنم که جیپور خیابان جنوبی شما بعد روی پرده است. من اولش عرض سلام و ادب دارم خدمت همین بینندگان عزیز. شهادت امام رضا علیه السلام متصدد است میکنم، همچنین به درگذشته والده محترم آقای سلحشور رو تسلیت میگم، به خانواده ایشون و خودشون، همچنین درگذشته والده آقای همایون ارشدی از دوستان بسیار خوب من. امیدوارم که خدا بهشون صبر بده. خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. من توی دو برنامه سینمایی داره، یعنی با این برنامه شدیم دومین برنامه من، هم فکر کنم تو برنامه هفت اولی مهمان بودم و اینجا این ریسکو همیشه من دوست دارم انجام بدم برای اینکه سینما پا بگیره، چون در نهایت ما این که باید شروع بکنیم تا بقیه رو تشویق بکنیم به اینکه دنبالیم باشیم سینما یک چونی بگیره اصطلاحا. و خب از اون برم به من که زنگ زدن یه ذره مردد بودم واقعیتم، ولی خب من همیشه ارادت داشتم خدمت شما و شما رو دوست داشتم و دارم و این قوت قلبی شد که در خدمت شما باشم. قربونت. فکر کنم شما ریسکو دوست داری. فکر کنم من یک امشب ریسکم یکم بالاتر از شما بوده که خیلی واقعیتش خوشحالم هستم، یعنی به تایید کننده خوب برنامه گفتم هر جوری که بشود به ارتقای سینمامون کمک بکنیم من هستم، هر کاری. حالا اینکه امشب من اومدم اینور احساس کنم خیلی کار سختیه، شما خیلی اذیت میشین. من همیشه هم گفتم که بازیگرا غریب ترین آدمای گروه هستن، چون میافتن اون روبرو و همه اون پشتن و اینکه حالا امشب در خدمت هستم. ببین ولی آره از این سوالا یالا کلیشه‌ای داریم که مثلا واقعا چی شد که این نقشو پذیرفتی و اینها، که خودت میدونی، ولی واقعیتش اینه که هر بازیگری یه جایی یه تصمیمی میگیره میره جلو، یه کاری رو شروع میکنه. قاعدتا هم مدافع کارش باید باشه. حالا حتی ممکنه حالا قوی تر باشه یا معمولی باشه یا هر چیز دیگه. واقعا احساس من اینه که چون راجع به فیلم جیبور خیابان جنوبی میخوایم صحبت بکنیم، چون هدف ما کمک کردن به این فروش فیلم و ارتباط مردم با فیلم هست. چه چیز خاصی راجع به این کار میتونی بگی؟ چه حالی خودت وقتی حالا فیلم رو میبینی داری که احساس میکنی چرا من باید برم این فیلم رو ببینم یا نباید برم ببینم؟ البته نگی ها، اگه میخوای بگی نگی ها، باید بریم ببینیم. برای دیدنش میگه ندیدن ها رو بعدا. فیلم چی برو خیابان جنوبی؟ خب توی یک ژانری کار میشه که معمولا اصطلاح هم میگن فیلمی که یه لحنی داره که مختص خود فیلمه، نه مختص جامعه یا افراد جامعه. یک لحنی داره، یک سینمایی که بیشتر مثلا تو ذهن حالا مثلا کارگردان پرداخت میشه، دیده میشه و ممکنه شما اینو دوست داشته باشین. این رو به نظر من مثلا خب سالهای قبل آقای کیمیایی مؤلف بودن در این کار و در دوره های الان ما آقای اسدی مثلا فیلم قبلیشون هم این لحن رو داشته، اون سینما رو دوست داشته. اما این شخصیت خوندم و اساسا از شخصیت هایی که اصطلاحاً اکثر کارشون خارجی استقبال میکنن، به دلیل اینکه من احساس میکنم محدودیت های لوکیشن داخلی که خودتون کارگردان بودید، یه فضای ارتباطی به دلیل نوع فرهنگ و آداب و رسوم ما ایرانی ها، ما خیلی نمیتونیم فضای داخلی رو اونجوری که فضای بیرونی دستمون باز به این فکر نمیکنیم و به نظرم فیلم ها قصه های بهتری رو میتونن در بیرون از لوکیشن داخلی مطرح کنم و من سعی میکنم انتخابام اینجوری باشه. خب من واقعیتش خودم فیلم جیبور خیابان جنوبی رو دیدم. همیشه گپ و گفتم هست که حالا نسبتاً فیلم خوش ساختیه، فیلم خوش ریتمیه و حوصله بیننده رو کمتر سر میبره. باز من حالا با همه اون صحبتایی که میشه راجع به فیلم کرد خیلی خوشحال میشم که یه فیلمی بیننده رو خسته نکنه حتی، یعنی چون مردم وقتی وارد سینما میشن اومدن یه فرصتی بنشینن، اگر که خدای نکرده یه خمیازه‌ای بکشن، یعنی که هم کارگردان هم همه عوامل اشتباه رفتن. از این جنبه فکر میکنم که حالا که شما گفتید بالاخره قبلا هم تجربه شده بود مدت‌ها با دوستان دیگری در این زمینه و این اتفاقی که الان افتاده، میگم که خود من حسم اینه که بپذیریم که سلاق مختلف در سینما هست. بله. چه بین مخاطبین، چه بین کارگردان ها، چه بین عواملی که حالا دستن در کار یک کاری هستن. اینه که من امیدوارم که یواش یواش به جایی برسیم که این سلائق
با هم دیگه به اندازه هم دیگه بشه، تعداد سینماها درست بشه انشالله، چون اصلا ما قرارمون نیست که چالشی گپ بزنیم بگیم چرا این سینما رو ندادین، چرا اونو دادین، چرا نمیدونم، از این اصلا نداریم. اینکه واقعیت بپذیریم که در یک کشور همه ژانرهای مختلف، همه سبکای مختلف باید کار بشه. این رو آره. و اگر اجازه بدی بعد از این گفتگویی که حالا بعدها میگم این برنامه انشالله ادامه پیدا کنه، حالا چه با حضور من، البته شما شاید کمتر خدمت باشی، ولی چه با حضور من چه خیر، مشکل نیست، فقط اینه که امیدوارم این اتفاق بیفته برای این برنامه. من فکر میکنم که باید یک بخشی از این برنامه هست که به نام سینما مسابقه روش اسم گذاشته شده و امیدوارم که بچه های داخل رژی بتونن یه بخشی رو برای ما پخش بکنن و بتونیم ما وارد این گفتگوی خودمون در ارتباط با سینما مسابقه بشیم. آخرین جمله فیلم جیبر خیابان جنوبی را کدام بازیگر گفت؟ 1. مصطفی زمانی، 2. نورا هاشمی، 3. بهناز جعفری. پاسخ خود را به شماره 5015-56 پیامک کنید. خب دیدیم، من یه سوال ازت دارم، البته خودم هم یه جوابی دارم. من واقعیتش اینه که از درک وارد شدی بلیت خریدی. چرا خریدی؟ در که باید خودم شروع کنم. از خودت باید شروع کنی، یاد بلیت بخری. چون خودم اول اشتباه کردم، یهو وارد شدم بدون بلیت وارد شدم و احساس کردم که باید برگردم بلیتامو بگیرم و وارد سینما بشم. از بچگیات یادت چیزایی که دم در سینما بلیت خریدن، مراسم، حال؟ من یادمت، حالا اسم فیلم رو نمیبرم چون فیلم خارجی بود، بلیت که می‌خریدیم صف وای می‌سیدیم. بله. و جالبه فکر کنم، خب ما اون موقعی که من رفتم مثلا سینما اولین بار، من یادمه تو چیز دیدیم، مثلا می‌رفتیم چون مدرسه برامون می‌ذاشتن، بچه‌ها سر پولم جمع می‌شیم چون سینما نداشت تو شهری که من تو گیلان به دنیا آمدم. بعد که وارد مازندران شدیم تو شهر فریدون کنیم، یه سینمایی داشت فکر کنم یه سابقه 60 ساله داره، یه شهرستان، ولی خب الان اولش 15 سال تعطیله و به منم خیلی میگن که شما پیگیری کنید و امثال هم، ولی خب باید حوصله‌اش باشه چون خیلی استقبالم نمیشه، میگن که ما کمک میکنیم، ولی خب دردسرای دیده که ما هنرمندا خیلی حوصله دردسرا نداریم. من یادم، من بارها به دلیل اینکه جا نبوده نشستم وسط، یعنی من نه، خیلی هم مردم این اتفاق افتاده، ولی خب با گذشت سینمای ما به اندازه فناوری‌های دیگه ما رشد نکرد به لحاظ سخت افزاری. حالا به لحاظ نرم افزاری بله، بدانید که افکار سینماگرا خیلی بهتر دارن فیلم می‌سازن، جهانی تر دارن می‌سازن، ولی سخت افزارمون عقب مونده. درست. یعنی نمی‌تونی این بالانس رو انجام بده. وقتی نمی‌تونی رو انجام بده، این فاصله من و شما رو با عنوان کارگردان و بازیگر داره آزار میده. اینکه ما میبینیم مثلا کلن اکران مثلا 13 تا مثلا شوخیه 13 تا 20 تا، اصلا به نظر من در تهران یک فیلم به 100 تا سینماش به نظر من قانع کننده نیست با توجه به این همه کارهایی که کردیم. حالا به نظر من زحمت میکشن همه، ولی بلیت خریدن، ما یه صحبتی هم با هم پشتن که گفتم این برنامه مردم باشه نه برنامه مسئولین، چون بارها پرداخت شده، اونم دارن وظایفشون انجام میدن. حالا یه کاستیایی هست، بحث نقد اینا نداریم. ما برای اولین بار بیایم به مردم بگیم شما هوای سینما رو داشته باشین، بذاریم حالا مسئولین کارشون رو بکنن. درسته. ولی ما نیازمند حمایت مردمیم که منتظر سی دی ها شدن به نظر من مال آدم هایی که اصطلاحاً توان رفتن به سینما رو ندارن، آدم های مسن و آدم هایی که سینما در اطرافشون نیست. به نظر من برای حمایت سینما باید آدم هایی که دسترسی به سینما دارن، این شهرستان هایی که سینما دارن، تهران مناطقی هستن، اینا منتظر سیدی ها نمونن. درسته. چون من چیزی که دارم میبینم این خیلی داره تاثیر میگه، آقا دو ماه دیگه سیدیش میاد ما میبینیم دیگه. حالا ببین مصطفی، من یه چیزی اول گفتی که من اون قدیما صف و اینا رو میدیدم. خیلی وقتا شده من بین مردم که هستم
بعد میگم که چند وقت سینما نرفتی؟ بعد میگه یادم نیست، فکر کنم 7 سالی میشه، 6 سالی میشه. فایمان بالای 5 ساله. آفرین. من فکر می‌کنم که امشب همین رو می‌خواستم بگم که واقعا اگر که بچه‌ها اومدن دور هم جمع شدن یا همچین برنامه‌ای رو ترتیب بدن که این فاصله رو کم بکنیم، فیلمسازها با مردم در ارتباط قرار بگیرن، ببینیم نقطه ضعفمون کجاست، چرا این فاصله افتاد، چرا مردم کمتر دارن میرن سینما. یه بخشش رو قطعا من فیلمساز مشکل دارم، یه بخش دیگه‌ش هم باز دوباره ممکنه به مردم برگرده و حالا مسئله که احساس میکنم خیلی سیستماتیک نیست شرایط اکران ما. درست. یعنی مثلا درست. شما ببینید وقتی اونور قرارداد امضا میکنن، بنده قرارداد این که شما باید مثلا در سینما حضور پیدا بکنید، شما باید بیایید برای اوپنینگ فیلم و و و و و و قربون شکر دارم، من خیلی دوست دارم بیشتر از این پیشت باشم، ولی خب ولی میدونی که آره به من میگن که وقتمون کمه. انشالله که وقتی این برنامه بعدها بیشتر بشه، ولی واقعا وقتش بسیار کمه. من ازت واقعا عذرخواهی میکنم، همین که منت سر ما گذاشتی، همین که شروع کردی، استارت زدی، امیدوارم که خیر و برکتش به شما برگرد. خیلی ممنون از شما، قربونت برم، از بینندگان ممنون و متشکرم. خدا حفظت کنه. قربون شما. مرسی. خب مصطفی زمانی عزیز رفت، اما لباسی که مصطفی زمانی در فیلم جیبر خیابان جنوبی بازی کرده توی صحنه است، اون کنج، و ما یه رسمی رو انشالله خواهیم گذاشت که در این رسم به این گونه خواهد بود که ما لباس‌های این بچه‌ها رو انشالله در یه شرایطی قراره که به نفع خیریه مزایده بذاریم. و مسئله بعدی من اینه که بهتون بگم یه اتفاق دیگری که در این برنامه انشاءالله قرار بیفته اینه که امیدوارم که هر کسی میره سینما تحبیلیتش رو دور نندازه، چون که با شرکت توی مسابقه ما و در از مسابقه که ما به نوعی میشه گفتش که به صورت پیامکی دریافت میکنیم از شما و شرکتتون میدن بچه ها انشاءالله در قرعه کشی که خواهند کرد و جوایز نفیسی رو به دوستان خواهند داد. البته اونهایی که باز فیلم رو دیدن هم ولی بلیت ندارن، یعنی قبل از این صحبت من سینما رفتن و فیلم رو دیدن، اونها هم جوایز دیگری رو انشالله با شرکت در مسابقه بچه ها انشالله خواهند داشت.